در ماه‌های اخیر فشار بر مسیحیان ایران از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همچنان ادامه پیدا کرد و قوه قضاییه با صدور احکام سنگین شرایط آن را سخت‌تر کرد. رامائیل بت تمرز، شهروند مسیحی آشوری که به اتهام برگزاری کلیساهای خانگی به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، برای اجرای حکم به زندان رفت. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی، به 3 سال زندان محکوم شد. او متهم به توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی و ارتداد بود. فاطمه محمدی، دیگر نوکیش مسیحی، همزمان با برگزاری اعتراضات پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد. در آستانه کریسمس، 9 تن از مسیحیان غیر تسلیسی توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 45 سال حبس محکوم شدند. اوایل آذر ماه، مزار شهید کشیش حسین سودمند در 29 مین سالگرد اعدام وی توسط افراد ناشناس تخریب شد. و در همین دوره گورستان ارامنه اصفهان نیز توسط افراد ناشناس تخریب شد و نمادهای مسیحی و صلیب مزارها را شکستند. نباید از وثیقه‌ها و احکام سنگین قضایی صادره در دادگاه‌های انقلاب گذشت، به ویژه تبعید پس از اتمام دوران حبس که برای نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی صادر شد. بر همین اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مغیثه، 2 قاضی دادگاه‌های انقلاب را به اتهام دست داشتن در صدور مجازات‌های سنگین علیه مردم ایران و اقلیت‌های دینی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.